حالا آقا جان می فرمود آقا من از دنیا رفتم، مرو ببر ایران، مرو ببرید اونجا، همون دارالرحمه مرو دفن کنید. بعد آقا جان هیچ کسو خبر ندید، اصلا اعلام عمومی نکنید، من نمیخوام مزاحم احدی بشم، هیچ نیازی هم ندارم، فقط چون خدا در دینش فرمود باید کسی که از دنیا رفت دیگران وظیفه دارن او را تقسیم کنن، تکفین کنن، تدفین کنن، نماز بخونن، چون خدا این وظیفه رو به گردن شماها گذاشته بعد از من، فقط اینا رو انجام بدید، اونم چون خدا فرمود من به حکم ایشون میگم انجام بدید، وگرنه خودم هم درخواست ندارم مزاحمتون بشم، میگم من رو بشورید، من رو چه کنید، هیچی نمیخوام آقا، من تمام کارام رسیده است، من دارم با دلی آرام دارم میرم، تمام کارام رسیده است، هیچی نمیخوام، مزاحم هیچ کس هم نشید، حتی هم فرمودن نمیخواید اعلام بکنید برای من نماز وحشت بخونن، من اصلا نیاز ندارم به این چیزا. خب معلومه کسی که فقط خدا دارد دیگه به دنبال نماز وحشت من چه بگردن. آقا جان خودت رو شستی، خودت رو نماز خوندی، خودت رو دفن کردی، خودت رو کفن کردی، تمام کارهایت خودتی. بعد عزیزی آولایی به من میفرمود، با آقا عرض شد که بعد از شما به کی مراجعه کنی؟ فرمود به خودم. گویا یه مقداری سخن برای من مغلق شد. یعنی چی؟ آقا جان خب شما جسم طبیعیتون میره، شما از دست ما میرید، ما بعد از شما به کی؟ فرمود به خودم. به خودم. خب این معناش هم این نیست که ما احکام عالم طبیعت رو پیاده نکنیم، گریه نکنیم، نه، ما گریه میکنیم، عشق میکنیم.